کاظم موسوی رئیس دادگستری استان فارس اعلام کرد که سحرگاه روز شنبه نوید افکاری در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شده است. حسن یونسی وکیل آقای افکاری نیز در حساب کاربریش در شبکه توییتر این خبر را اعلام کرده است. نوید افکاری از قهرمانان کشتی ایران در پی اعتراضات مرداد 97 در شهر شیراز بازداشت شد. دادگاه انقلاب شیراز در روز نهم مرداد نوید افکاری را به اتهام قتل یک مأمور امنیتی به 2 بار اعدام محکوم کرد. پس از صدور این رأی، چندین فایل صوتی و تصویری از سوی نوید افکاری، برادر و مادرش منتشر شد که ناعادلانه بودن روند رسیدگی به اتهامات و انجام شکنجه برای اخذ اعترافات را افشا می کرد. صدور حکم اعدام برای نوید افکاری با واکنش‌های زیادی از سوی رهبران سیاسی و فعالان حقوق بشر مواجه شده بود و کارزار گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی برای نجات جان این ورزشکار برپا شد. در واکنش به این کارزار و انتشار شواهد متعدد درباره شکنجه آقای افکاری، رئیس قوه قضاییه رژیم با انتشار اطلاعیه‌ای همه این موارد را رد کرد. در ادامه صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز فیلمی از اعترافات اجباری آقای افکاری منتشر کرد. صدا و سیما با پخش تصاویر دوربین مداربسته مدعی شده بود که این قتل توسط برادران افکاری صورت گرفته است. این در حالی است که پیش از این حسن یونسی وکیل برادران افکاری گفته بود که ویدیوی دوربین مداربسته مربوط به 1 ساعت قبل از زمان قتل است. نوید افکاری که به 2 بار اعدام محکوم شده بود با انتشار یک فایل صوتی از زندان اعلام کرد که اعترافات او و برادرانش پس از شکنجه های مختلف در اداره آگاهی شیراز اخذ شده است. او گفت در دادگاه و خطاب به قاضی از این شکنجه ها سخن گفته ولی دادگاه به این موضوع توجه نکرده است. سازمان حقوق بشر ایران اعدام نوید افکاری را اقدامی جنایتکارانه خواند و خواستار واکنش شدید جامعه جهانی به این اقدام جمهوری اسلامی شد. این سازمان پیشتر برخی مستندات شکنجه را منتشر کرده بود و از جامعه بین الملل خواسته بود تا برای متوقف کردن حکم اعدام نوید افکاری تلاش کنند. امیر مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران با ذکر این نکته که اعدام نوید افکاری هم بر اساس قوانین بین المللی و هم بر اساس قوانین حاکم بر جمهوری اسلامی یک جنایت محسوب می شود، مسئولیت این جنایت را بیش از هر کس بر عهده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه دانست. اجرای حکم اعدام نوید افکاری علاوه بر واکنش‌های سیاسی و حقوق بشری، واکنش برخی از مهمترین نهادهای ورزشی بین‌المللی را هم به همراه داشته است که از اجرای حکم این کشتیگیر شوکه‌اند. ساعتی پس از انتشار خبر اعدام نوید افکاری، کمیته بین‌المللی المپیک با صدور پیامی از اعدام این قهرمان کشتی که در جریان اعتراض‌های مرداد سال 97 در شیراز بازداشت شده بود، ابراز تأسف کرد. در روزهای اخیر، کارزار وسیعی از سوی نهادها و قهرمانهای ورزشی برای وادار کردن حکومت ایران به توقف اجرای حکم اعدام نوید افکاری در جریان بود. در پیام کمیته بین‌المللی المپیک که روز شنبه 22 شهریور در سایت اینترنتی این کمیته منتشر شد آمده است، اعدام کشتیگیر نوید افکاری در ایران خبر خیلی ناگواری بود. کمیته بین‌المللی المپیک امروز از این خبر بهت زده شد. این کمیته همچنین به نامه‌های توماس باخ رئیس این کمیته اشاره کرد که طی هفته اخیر به رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی برای بخشودن افکاری نوشته شد. در پیام این کمیته آمده کاملا تکان دهنده است که درخواست‌های ورزشکاران سراسر جهان، تلاش‌های کمیته بین‌المللی المپیک همراه با کمیته ملی المپیک ایران و اتحادیه جهانی کشتی به نتیجه نرسید. اتحادیه جهانی کشتی هم به اعدام نوید افکاری واکنش نشان داد و در بیانیه‌ای تاکید کرد شنیدن این خبر بسیار ناراحت کننده بود و جامعه کشتی جهان را سوگوار کرد.
دادگاه نوید افکاری که پس از اعتراضات مرداد سال 97 در شیراز بازداشت شده بود را به قتل حسین ترکمان کارمند حراست آبفای شیراز متهم کرده بود. به گفته حسن یونسی وکیل نوید افکاری، تنها مستندات دادگاه درباره اتهام قتل اعترافات نوید افکاری است که خود او اعلام کرده بود این اعترافات تحت شکنجه گرفته شده است. در همین حال برخی کاربران رسانه‌های اجتماعی خواهان تحریم ورزش ایران به عنوان مجازاتی برای اعدام نوید افکاری و بازداشتن حکومت از اقدام‌های مشابه شده اند. در شبکه‌های مجازی احساسات ایرانیان به شدت از این اقدام رژیم به جوش آمده است، به طوری که هشتگ نوید افکاری دوباره به ترند اول توییتر ایران تبدیل شده است. جنایت فاحش رژیم در قتل نوید افکاری در واقع پیام رژیم اسلامی به مردم ایران و جهان است که از مواضع ظالمانه خود کوتاه نخواهد آمد و سر سازش با هیچ کس بلعکس مردم ایران را ندارد. این حرکت رژیم موجی از نارضایتی عمومی در میان ایرانیان آغاز کرده که نه تنها اکثریت جناح‌های مخالف رژیم را تشکیل می‌دهد که می‌تواند باعث تغییر موضع بسیاری که به براندازی رژیم اعتقاد نداشتند نیز بشود و موضع ضعیف رژیم را هرچه ضعیف‌تر کند. مهدی محمودیان که با خانواده افکاری در ارتباط است گفته که پیکر نوید افکاری حدود 10 شب به وقت ایران در روستای سنگر از توابع همایجان شهرستان سپیدان استان فارس تحت تدابیر امنیتی و شبانه به خاک سپرده شد. رژیم اسلامی از ابتدا تا کنون در مقابل حقوق مردم ایران تنها حریص‌تر و متجاوزتر شده است و ادامه این راه تنها به فروپاشی رژیم اسلامی و سرنگونی نظام سیاسی ولایت فقیه منجر خواهد شد.